سلام و ادب خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند. امروز درس چهارم از فصل دوم کیمیای صنف 9 را در خدمت شما عزیزان می باشیم. موضوع درس امروز ما و شما در رابطه با ایزومری در مرکبات عضوی است. امروز ما و شما می خواهیم یاد بگیریم که به چه مرکباتی ایزومر گفته می شود و همچنان در رابطه با خواص فیزیکی الکان‌ها با هم یک جا یاد می‌گیریم که الکان‌ها دارای چه خصوصیات فیزیکی می‌باشد. شاگردای عزیز، نمبر ارتباطی برنامه را از یاد نبرید. 2-0-964-780-255-40-13 که از این طریق می‌تونید با ما ارتباط بگیرید، سوال‌ها یا پیشنهادات و یا کارخانگی خود برای ما روان کنید. شاگردای عزیز و نازنین، با ما همراه باشید. و اما ایزومر چی است؟ شاگردای عزیز و نازنین، ایزومر به مرکباتی گفته می شود که دارای فرمول مولکولی یکسان می باشد، یعنی تعداد و نوع اتم های هر دو مرکب با هم یکسان می باشد، اما فرمول ساختمانی آنها متفاوت می باشد. به این معنی که نحوه اتصال اتم ها با همدیگه فرق دارد. به عنوان مثال به دو ساختار زیر دقت کنید شاگردای عزیز. این دو ساختاری که در این قسمت شما مشاهده می کنید ایزومر یکدیگر به حساب می آیند. چرا؟ چون دارای فرمول مولکولی یکسان است. هر دو دارای 1, 2, 3, 4 تا اتم کربن می باشه. در این قسمت هم سعی کنید 1, 2, 3 و 4 اتم کربن. همچنان هر کدام دارای 10 اتم هیدروژن می باشه. پس بنابراین دارای فرمول مولکولی یکسان است. اما فرمول ساختمانیشان متفاوت است. شما نگاه می کنید، دقت کنید، در این ساختار نحوه اتصال اتم های کربن و هیدروژن و قسمی از شاگردای عزیز و نازنین که یک زنجیره مستقیم، یک الکان راست زنجیره برای ما تشکیل دادن. اما در این ساختار دقت کنید، در این ساختار نحوه اتصال اتم‌های کربن و هیدروژن به قسمی هست که یک الکان معاوضه‌دار را برای ما تشکیل داده، یک الکان راست زنجیر نیست. پس بنابراین می‌بینیم که فرمول ساختمانی آنها متفاوت است. این دو ساختار به همین دو دلیل روشن میتونه ایزومر یکدیگر به حساب بیاید. اگر ساختاری که در پیشتر براتون گفتیم، اگر یک الکانی با 4 اتم کربن باشه به این صورت نامش میشه بیوتان. اما اگر همین الکان نحوه اتصال اتم ها به قسمی باشه که یک الکانی معاوضه دار را برای ما تشکیل بده، نامش میشه ایزوبیوتان. پس ببینید که متفاوت بودن نحوه اتصال اتم ها با یک دیگر نه تنها باعث میشه که نامشان فرق کنه، یک تاش میشه بیوتان و نام دیگهش که اگر ساختاری فرمول ساختمانیان متفاوت باشه نامش میشه ایزوبیوتان. نه تنها نامشان فرق میکنه بلکه کاربردهای آنها هم متفاوت میشه. از بیوتان در گاز طبیعی استفاده میشه شاگردای عزیز و نازنین، از ایزوبیوتان به عنوان سرد کننده در یخچال ها استفاده میشود.
پس ببینید که فرمول ساختمانی چقدر مهم و چقدر با اهمیت است. پس ایزومرها دارای فرمول مولکول یکسان اما فرمول ساختمانی متفاوت می باشد که همین متفاوت بودن فرمول ساختمانی باعث می شود که دارای خواص و ویژگی های متفاوتی باشد. خب تا به اینجا شما ایزومر رو یاد گرفتین که ایزومر چی است و چی ویژگی های دو مرکبی که ایزومر یک دیگر هست دارد. حالا می خواهیم یک سوال با هم یک جای در رابطه با ایزومرها کار کنیم. سوال قسمی است. آیا دو مرکب زیر ایزومر یک دیگر می باشد؟ علت را بیان کنید. خب برای شما دو ساختار داده شده شاگردای عزیز و نازنین. این ساختار را با کمک هم بر روی تخته سیاه نوشته میکنیم و با هم یک جای کار میکنیم که آیا این دو مرکب ایزومر یک دیگر به حساب میایه یا که نه. خب ساختار در این قسمت برایتون می نویسیم شاگردای عزیز نازنین. ساختار این قسمی است. اتم کربن رابطه داره با اتم های کربنی دیگه. ما میدونیم که هر اتم کربن 4 رابطه را تشکیل داده میتونه. اتم های هیدروژن در این قسمت قرار میدیم. خب این قسمت هم اتم های هیدروژن قرار میگیره و میمانه یه اتم کربن که برای این هم اتم های هیدروژن ما نوشته میکنیم. خب این ساختار اولیه ما است. یک ساختار دیگه هم برایتون داده شده که در این قسمت ساختار رو هم مینویسیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا اتم کربن داریم. و بر روی کربن دوم یک تا اتم کربن دیگه قرار گرفته. خب اتم های هیدروژن در این قسمت قرار میدیم. هر اتم کربن 4 رابطه را تشکیل داده میتونه. خب در این قسمت هم 3 اتم هیدروژن و به این قسمت هم اتم های هیدروژن قرار میدیم. خب حالا میخواهیم که فرمولی برای اینکه تشخیص بدیم شاگردای عزیز نازنین که این دو ساختار ایزومر یکدیگر هست یا که نه، باید دو ویژگی را داشته باشد. یک فرمول مولکولی یکسان اما فرمول ساختمانی متفاوت. خب برای اینکه فرمول مولکولی دو مرکب نوشته کنیم کافی است که تعداد اتم های کربن و هیدروژن در این قسمت نوشته کنیم. تعداد اتم های کربن در مرکب اولیه 1, 2, 3, 4 و 5. 5 اتم کربن داره، پس میشه 35. اتم های هیدروژن آن چند تا میباشن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 و 12. فرمول مولکولی آن میشه 35H12. فرمول مولکولی مرکب دوم را به دست میاریم. اتم های کربن و هیدروژن آن را نوشته میکنیم. تعداد اتم های کربن 1, 2, 3, 4, 5, 6 و 7. خب تعداد اتم های هیدروژن 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 و 16. خب فرمول مولکولی مرکب دوم میشه C7H16. خب دو فرمول مولکولی رو با هم مقایسه کنید شاگردای عزیز نازنین، میبینید که فرمول مولکولی یکسان و مشابه نمیباشه. در 5 اتم کربن، در 7، در اتم های هیدروژن 12 و در این فرمول 16 میباشه. پس دو مرکب ایزومر یکدیگر به حساب نمیاد چون فرمول مولکول یکسان نداره. حالا میخواهیم ببینیم شاگردای عزیز و نازنین که خواص فیزیکی الکان ها چی میتونه باشه. به طور کلی الکان ها در طبیعت به سه حالت یافت میشود: حالت جامد،
مایع و گاز به این سه حالت یافت می شود. خب چون به این سه حالت یافت می شود، پس خواص فیزیکی الکان های مایع، جامد و گاز را ما باید یاد بگیریم. چهار، مرکب اولیه الکان ها که شامل متان، ایتان، پروپان و بیوتان می باشه شاگرد نازنین، که به ترتیب دارای یک اتم کربن، دو اتم کربن، سه و چهار اتم کربن می باشه. این چهار مرکب اولیه الکان ها در طبیعت به صورت گاز یافت می شود که از بین این چهار مرکب، مرکب میتان بسیار مهم است. چرا؟ چون 90% گاز طبیعی ما شما را تشکیل می دهد و این گاز در مناطق شمالی کشور عزیز من افغانستان در منطقه شبرقان یافت می شود که منبع تولید آن شبرقان است. این نکته را به یاد داشته باشین. از این چهار مرکب که بحث ما خارج شود، الکان های جامد می شاگرد عزیز نازنین، الکان های جامد به مرکبات گفته می شود که تعداد اتم های کربن آن بیشتر از عبده می باشد که الکان به شکلی جامد می باشد. مثل چی؟ مثل شمع. شمع یک نوع الکان جامد است که تعداد اتم های کربن آن بیشتر از عبده می باشد. الکان دیگه، الکان ها که به طبیعت یافت می شود، الکان های مایع است. اگر ساختار زنجیره الکان ها شاگرد عزیز نازنین به قسمی باشه که تعداد اتم های کربن آن از 5 تا 17 باشد، ما بین 5 و 17 باشد، الکان به صورت مایع وجود دارد. مانند چی؟ به عنوان مثال مانند روغن هایی که برای لطافت پوست یک طفل استفاده می شود. یک نوع الکانی مایع می باشد که ساختار در ساختار آن 5 تا 17 تا اتم کربن موجودیت دارد. دیگه خواص فیزیکی الکان ها شاگردای عزیز و نازنین که بسیار مهم هست، نقطه قلیان آنها می باشد که هر چقدر الکان ها یا ساختار زنجیره الکان های ما تعداد اتم های کربن آن بیشتر شود، نقطه قلیان آن هم بیشتر می شود. به عنوان مثال به ساختارهای الکان های زیر دقت کنید شاگردای عزیز و نازنین، می بینید که در ساختار اولیه که 3 اتم کربن قرار گرفته، در این گوشه ها در هر کدام از قسمت ها اتم کربن قرار گرفته که برای راحتی در فرمول نوشته نشده است. در ساختار اول 3 اتم کربن قرار گرفته که نقطه قلیان آن منفی 42 درجه سانتیگراد می باشد. در ساختار دوم 4 اتم کربن قرار گرفته، با 4 اتم کربن نقطه قلیان 0 درجه سانتیگراد است. و در ساختار سوم که دارای 5 اتم کربن می باشد، نقطه قلیان 36 درجه سانتیگراد. و در ساختار آخری هم که اتم های کربن آن بیشتر از همگی می باشد شاگردای عزیز و نازنین، در این قسمت درجه نقطه قلیان آن 69 درجه سانتیگراد می باشد. می بینید که در این قسمت هر چقدر تعداد اتم های کربن زیادتر شده، نقطه قلیان هم بیشتر شده. این از جمله ویژگی های بسیار مهمی الکان ها می باشد که از جمله خواص فیزیکی آنها به شمار می آید. از جمله خواص فیزیکی دیگه الکان ها که بسیار مهم است شاگردای عزیز و نازنین، این است که الکان ها، کلگی الکان ها اگر با اکسیژن ترکیب شود، اگر با اکسیژن هوا ترکیب شود، باعث میشه که یک شعله آبی رنگ و به صورت حرارت دیده شود و مرکباتی که تولید میشه کربن دای اکساید و مولکول آب میباشه شاگرد عزیز نازنین، که این محصولات بسیار مهم است. و آخرین خواص فیزیکی الکان ها
که بسیار مهم هست این است که الکان ها در آب غیر منحل می باشد. به این معنی که وقتی که یک الکان را به داخل آب انداخته می شود، باعث می شود که حل نشود، غیر منحل می باشد. اما در محلول های بنزین و کاربن تتراکلوراید منحل می باشد. در مثال زیر دقت کنید، در شکل زیر دقت کنید، یک نوع روغن است که الکان می باشد و داخل یک گلاس آب انداخته شده. مشاهده می کنید که اصلا حل نشده، غیر منحل می باشد، که از جمله ویژگی های بسیار مهم الکان هاست. امروز ما شما یاد گرفتیم که ایزومیر به چی معناست؟ گفتیم ایزومیرها به مرکبات گفته می شد که دارای فرمول مولکولی یکسان، یعنی نوع و تعداد اتم هایی که در هر دو ترکیب هست، در هر دو مرکب هست، یکسان می باشد و بعد از او دارای فرمول ساختمانی متفاوت می باشد، یعنی نحوه اتصال اتم ها با هم فرق دارد. بعد از او یاد گرفتیم که الکان های مورد نظر ما در طبیعت به چند شکل یافت می شود، به شکل جامد، مایع، گاز، که بعد یاد گرفتیم که چهار مرکب اولیه الکان ها که شامل متان، ایتان، پروپان و بیوتان می باشد، به شکل گاز یافت می شود. متان در 90% آن در گاز طبیعی یافت می شود که در منطقه شویرقان است و او 10% باقی مانده را گازهای ایتان، پروپان و بیوتان تشکیل می داد. و بعد از او یاد گرفتیم که الکان هایی که تعداد اتم های کربن آن بیشتر از 17 باشد، به شکل جامد یافت می شود، مانند شمع، و الکان هایی که تعداد اتم های کربن آن بین 5 تا 17 می باشد، به شکل مایع یافت می شود، مانند روغن هایی که برای لطافت پوست طفل استفاده می شود. و یاد گرفتیم که نقطه قلیان الکان ها با افزایش تعداد اتم های کربن بیشتر می شود، این را یاد گرفتیم. و همچنان دیگه یاد گرفتیم که الکان ها در آب غیر منحل می باشد، که این از ویژگی های بسیار مهم الکان ها می باشد. شاگردای عزیز نازنین، امیدوارم که درس خوب یاد گرفته باشین. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار همگی شما عزیزان باشد.